و السلام و الله و برکاته جان سپاس از پیام زیبایتان الله سبحانه و تعالی شما و عزیزان شما را محفوظ بدره و الله سبحانه و تعالی را که به خاطر حق مبارزه میکنند و اونا میخواین که حرف حق را بفهمند و الله سبحانه و تعالی ادایت بکنه و تمام جامعه را به سوی خوبی ها سوق بده برادر عزیزم و برادران و خواهرانی که پیام را میشنوین بدون رضایت و حضور ولی و سرپرست دختر یا زن یا خود زن نکاح وقت منعقد نمیشه هر کسی که برای شما گفته که با حجاب قبول نکاح شما شده و ای خواهر به شما محرم است اشتباه کرده او باید تحقیق بکنه و باید در جهل دینی نمانه دختر و پسر با رضایت خودشان و به زبان آوردن سیغه ایجاب و قبول زن و شوهر نمیشن و اینا با یک دیگر محرم نیستن باز هم میگم دختر و پسر با رضایت خودشان و به زبان آوردن سیغه ایجاب و قبول زن و شوهر نمیشن و نامحرم هستن با یک دیگر و ولو ای که در مقابل فامیل هم اینا ایجاب قبول بکنن انوز هم اینا با هم نامحرم هستن بخاطر خاطر که ایجاب قبول یکی از شروط سیغه عقد است و خود شرط نیست یکی از شرطهایش است اینجا شش شرط است که لازم است به او عمل شود تا دختر حرام مردم برای شما حلال شود نکاح یا عروسی یعنی مجلس حلالکاری یک مجلسی که دختر حرام مردم را بگیریم ما به کسی حلال بسازیم متاسفانه مجالس عروسی ما محفل حرامکاری هست اکثرت مردم در این محافل میاین بسیار کارهای زشت از اینا سر میزنند محاسن زنها را کشفیت صورت میگیرند زنای نامحرم با مردای نامحرم اختلاط و مختلط میشن و با هم رقص میکنن و خصوصا در محافله که دوجه بیسیتی زیاد است و موسیقی است و لاو لحب لا است خب از این موضوع ها میگذاریم برای شما صحبت بکنیم که این حق شما باید بر اساس پین یا شش شرط هست که صورت بگیره اولی که رضایت و حضور ولی یا وکیل زن در انگام خواندن سیغه عقد یا سیغه نکاح خیلی ضرور است اگر خود زن نیست ولیش باید اونجا باشه دوم حضور خود داماد یا وکیل داماد در انگام خواندن سیغه نکاح یا عقد خیلی ضرور است این شرط دومش است شرط سومی است که دو شاهد مسلمان در انگام خواندن سیغه عقد باید اونجا حاضر باشند شرط چهارم است که دختر خودش رضایت داشته باشد شرط پنجمی است که خود سیغه عقد یا خود سیغه نکاح باید خوانده شود و ایجاب و قبول رد و بدل شود و ای از طرف مرد و زن باید رد و بدل شود یا اگر خود زن نبود از طرف ولی زن که, ولی، که زن او را انتخاب کرده و یا, و یا داماد یا, یا ولی داماد باید سیغه عقد نکاد در مقابلشان خانده شود ایجاب قبول در بینشان رد بدل شود که یکی از شروط نکاح است خود نکاح نیست و شرط ششم که خیلی مهم است تعیین نکردن زمان یا وقت در انگام سیغه عقد است که بگه که خوی نه شما تا دو سال نابزاد میمونید بعد از او باز حلال میشین یعنی حال شما حرام هستین یعنی اصلا از زمان باید سخن به میان نبیایا این شش شرط است اگه یکی از موارد افاقه که به شما عزیزان ذکر کردم صورت نگیره هیچ محرمیت و هیچ پیوند در بین دختر و پسر منعقد نمیشه و هر نکاهی که مردم میگه نکاه هست بدون شرایط و ارکان باطل است و ما حديث مبارك عز از رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كه لا نكاح الا بولي بدون رضايت و حضور ولي نکاح منقد نميشن از عائشه رضي الله عنها رسول مبارك صلى الله عليه وسلم فرمودند كه اي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاح باطل فنكاحها باطل على الزنيكه بدون اذن ولی نکا کنه نکاح از او باطل است باطل است باطل است و در آخر حدیث می که اگر شوهر به او زن دخول بکنه مهر بر از او ثابت میشه و اختلاف کردن سلطان و حاکم یعنی ولی کسی است که ولی نداره دیگه بنابراین تا زمانی که بین یک زن و مرد عقد شرعی با تمام شرایط ششگانه فقه که من خدمت شما عزیزان تقدیم کردم صورت نگیره اونا با هم محرم نیستن ای کدام مولای صاحب برای شما گفته که اینا بینشان اجاب قبول شده اینا محرم هستن اینا میتونن اختلاط کنن میتونن سفر بکنن میتونن ارتباط داشته باشن بخاطر که حرام است ناجایز است و ای خوابی که شما دیدید خوابی خیلی زیبا هست ای خواب شما برای شما میخواید کمک بکنه که رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم لا یخلون رجل بمرن الا مع ذی ولا تسافر مرد الا مع ذی محرم یعنی بدون محرم مرد بیگانه با زن بیگانه در یک جایی که با هم تنها جمع میشن اینا براشون درست نیست حق نداره که بدون محرم به مسافرت بره و در در حدیث دیگه مطلع حدیث لا یخلوان رجل بمرای که مرد و زن با هم اختلاط نکنن به خاطر که شخص سیوم در بینشان شیطان است این حوادیث که بر ما رسیده تمام از را بیان میکنند پس شما باید با اینا به شکل شرعی عقد بکنین که تا با هم حلال شوین متاسفانه که این مسائل مسائل فرهنگی شده و مردم زیادتر به فرهنگ چسبیدن دختران و بچه های خود حرام حرام با هم نامزاد میکنن حرام حرام میگردن حرام حرام اختلاط میکنن و بعضی از حتی پا از گلیم خود فراتر می بعض وقتا به حد می که حتی بعض دخترا از نامزادشان بچه دار هم میشن و ببینین که حرام ها تا کجا می الله سبحانه تعالی ما را نجات بده و بسیار خوش وقت برادر عزیزم که شما سوال کردین چرا اساس و تعداب زندگی اسلامی باید با خشت های پاکیزه با مساله و سمنت متحر و پاک گذاشته شود تعداد از این با پاکیزگی ها و تهارت گذاشته شود که تا شما از نسل بعدیتون خیر ببینید ببینین این ای نسل ما که قدر ما رنج میبریم قدر این نسل که خوناشام نسل قاتل نسل کشنده نسل دزد نسل بیغیرت سیکولار نسل تاغوت و تاغوت پرست نسل که در پهلوی تاغوت استاد میشه و بر, بر حق که نام الله سبحانه و تعالی حق است بر علی الله سبحانه و تعالی قد علم میکنه و اعلام جنگ میکنه بر علی قرآن و کتاب ببینید این نسل های با عزیب و تمام ازی به خاطر هست حرام حرام زندگی کردن حرام حرام های حرام را گذاشتن حساس زندگی اینها با حرام ها بوده دیگه خشت اول چون نهد میمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ خشت ها کچ بوده و دیوار ها را بالا کردن می بینیم که دیوار کچ 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 تا سرایا کج آمده و این دیوار بالای مردم می و مردم به زحمت می سازه این رحزن هایی که ما شما داریم قطا و طریق هایی که ما داریم این مردم که استاد می به خاطر یک موبایل ناچیز 50 دلاری یک بچه یا جوان را در خیابان های هرات و کابل و قندهار به قتل می رسانند و را و تفلک های خود را می گیرن اغوا میکنن در جای قبر می و ای تفلک در پنهان می و انگشت از قطع می آیا این چیزها در در شرافت و انسانیت یک انسان می گنجه و هو هم کسی که در فامیل مسلمان بزرگ شده باشه دلیلش چی است؟ دلیلش است که عروسی های ما اما پیوند شروع زندگیمان با حرام ها آغاز شده تعداب زندگی مان را با حرام گذاشتیم. وقت ای جامعه خیر می که امین نسل حرام و حرامخور و حرامی رشوتخور و دروغگوی و باطل پرست و تلویزیون های کانال پرستی که تلویزیون های که از از طریق بسیار منشورهای های مختلف یهود و نصارات تمویل میشه و یک پروژه خیلی بزرگی از بنامه پروژه هارپ که امواج الکترومیقناطیسی منفی را در میان مردم تولید میکنن که تا مردم دینگوریز شوند این تمامش که است؟ تمامش همی سیکلار ها هست که شروع کردن به این در یک جامعه که یک نفر که نامشم عبد الرحمن است او بخیزه و به صحت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنه و هورا رئیس جمهور وقت که کرزی است دوره بگیره از دستش در تیاره بشونه به ایتالیا روان بکنه که تو برو که تو مردم میکشه شما از این جامعه خیر میبینید شما از این نسل خیر میبینید شما از این نطفه های حرام از این آب های منی حرام که در در که ك... الله سبحانه و تعالی میگه که یخرج من بین الصلب و ترائب که در کمر مرد و در سینه های زن است و ای آب آبهای حرام که با هم یک جا میشه خود نسل, نسل حرام تولید میشه پس از او چی برکت ببینیم ما شما عزیزان گرام قدر این کونه جهان به کس نماند باقی رفتند و رویم و آیند و روند این دنیا خطیر میشه به با کس باقی نمانده تا نسل ها آمدن و رفتند ارگ ها داخلش پر از سلاطین و ملوک های بود که اونا میگفتن من... الله اکبر الله سبحانه و تعالی بعض اینها را در داخل خود از ارگ مرگ برشان الله سبحانه و تعالی مستولی ساخت پادشاهان آمدن و رفتن کسانی بودند که فرعونیان بزرگ بودن آمدن و رفتن و خاک شدن و گوشت هایشان را کرم ها خورد چیزی نمی ای دنیا این کونه جهان با کس نماند باقی رفتند و رویم و آیند و روند پس انسان باید زندگی خود با حلال آغاز بکنه حلال, حلال زندگی بکنه نسل حلال تقدیم جامعه بکنه ما خودم به می متحقین هستم که تا وقتی که این نسل پاک نشه و نسل حلال در جامعه نبه در جامعه افغانی ما حرامش نخواد داشتیم چرا؟ تقوا نداریم که آرام نداریم مضمونی هست که تقریبا در سی, سی و پنج بخش ما را تحریر کردیم لطفا شما یا سایت آیا میدانشته در فیسبوک دعوتگر دات کام و سایت های دیگه میتونید را تعقیب بکنین و مطالعه بکنین که تمام از این مسائل ما بررسی کردیم تحلیل کردیم که چگونه عدم تقوا دین گروزی پشت کردن به الله سبحانه و تعالی پشت کردن به قرآن معجول قرار دادن قرآن و چسبیدن به فرنگ غلط با با عقیده ها و باورهای نادرست باعث از این میشه که تقوای انسان از بین بره تمام از این سرچشمه میگیره از نطفه های پاک مرد و زن و او شب که شب عروسی هست که این نطفه ها با هم تکوین میکنه و در او شب طفل به دنیا میگه که رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم که ار وقت که شما در بستر با همسرتان یک جا شدید دعا بکنید به الله سبحانه و تعالی که یا الله پناه میبرم برم به تو از شر شیطان رانده شده و پناه میبرم برم از این که در طفل که امشب در بدن همسر ما تکوین میشه دو نطفه از او شیطان نصیب داشته باشه از این حدیث علما میفرمایند که نطفه ای که داخل رحم مرد میشه زن میشه از طریق مرد اون نطفه میتونه که توسط شیطان سبوتاش شوه و از اون خاطر اولاد که در او رحم امو شب تکوین نطفه میکنه شیطان نصیب خود دو دا داره شکل شکل انسان است تولد میشه با نام انسان نامشم نام مسلمانی میمونن احمد و محمود و فلان عبدالرحمن اما نصیبه شیطان او است و این دعای خاصی هست که در وقت انبستری باید آرام با را بخونه شما اصایه بگیرین چند درصد نفوس افغانستان این دعا را که ای الله از شر شیطان با تو پناه میبرم اگر امشب به ما کدام تفلک تو میتی نصیبه شیطان را از او قطع بکو اما ما با محافل منکر با محافل پر از حیاهوی منکرات و شیطانی خود شیطان رو دعوت میکنین به محفل ما میگیم شیطان صاحب بیا در محفل ما اشتراک بکو محفل ما را شیطانی بساز به خاطر ما خود ملک ها را فرار دادیم از محفل خود با این منکراتی که در محافل با این اسرافی که در محافل ما هست با این توبالایی که در محافل ما هست با این اختلاط زن و مردی که در محافل ما هست با این با این حالتی که زنها ها میآیند این محافل و مختلط میشن با زنان با مردان نامحرم چگونه امشب الله سبحانه و تعالی بالای حروس داماد رحم بکنه که در, در داخل بطن عزیزن یک نطفه پاکیزه برویه و بعد از نو ماه و چندی که خون مادر را نوشید از طریق امو ناف که به او وصل است و ای خون کی, کی می میفهمه که ای خون مادر پاکیزه بوده ای خون مادر خون نمازخان بوده خون دروغگو نبوده خون غیبتگر نبوده خون پاکیزه بوده ای کی میفهمه که پدر از دختر از رای حلال در حلق از دختر یک روزی و لقمه حلال را گذاشته ای خون خود در تمام بدن چندین لیتر خون است که جریان میکنه و, و یک لقمه حرام که وقت داخل از این میشه ای در تمام بدن سرکلیت میکنه ای جریان میکنه در خون, ای خون می آید در عصاب مرکزی خون می آید پمپ می در از طریق قلب به نوک پنجه های پا این خون پمپ می در تمام وجود در تمام بدن کی را گارانتی کنه که این خون در ترکیبات از که ویتامین ها هست منرال ها هست و تمام ترکیبات هموگلوبین سفید و سرخ خون است و تمام ترکیباتی که هرمون های مختلفی که هست در بدن انسان که یک جهان دیگری هست که یک بحث دیگر هست که ایره گارانتی میکنه که قطر قطر از ای خون هورمون هایی که در خون است پروتین هایی که در خون است گلوکوزی که در خون است اینا تمامش از رزق حلال تمویل شده انسان باید صبر بکنه که تا تمام این خونی که در بدن ازی هست خونش خون پاکیزه شود بعد از او آرشی اب آرشی بکنه بعد از او باز ما میتونیم بگیم که ان الله اگر الله بخواهد عزیزان و از این مرد یک نسل پاکیزه میرویانه کی را گرانتی میکنه با خود کج و با ما کج و با خلق خدا کج هی کچ 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 همه چیز کچ ما با خودم کج هستیم با مردمم کج هستیم با خلق خودم کج هستیم با الله ما هم کج هستیم او تفلکه که در بطن ایزن امشب که شب عروسی است تکوین نطفه میشه و او به نطفهگک به جنین کوچک تبدیل میشه اون نو ما و چند روزی و چند شبی از امی خون مادر از طریق ناف تغذیه میکنه مادر حلال خورد تفلش هم حلال خون میخوره مادرش حرام خورد تفلش هم از حرام تغذیه میشه مادرش ریموت کنترل برداشت تلویزیون های مبتزل و کانال های مبتزل را دید فیلم های مبتزل را دید درامه های مبتزل را دید بلا و لحب خود را پاس کرد در قطرات خونی که در بدن از میره تمام از اینا هست گرایش های منفی مادری که نماز نخواند، سر خدا به سجده پایین نکرد رکو نکرد به الله سبحانه و تعالی فقر خدا به الله اعلام نکرد به مظاهره نکشید در خون از او موجود است او مادری که با الله راز نیاز نکرد نیمه شب بر نخواست راز نیاز با خالقش نکرد او در خونش موجود است امو طفلک از امی خون مادر تغذیه میشه پاکیزگی او پسرک یا دخترکی که تولد میشه که بعد از نوم و چند روز او باید تولد شود او ارتباط مستقیم با معنویات مادر و پدر داره ای آب پدر و مادر که در رحم مادر میریزه باید از از ریشه پاک باشه پاکیزه باشه چون این نیست که یک نفر بیا رشوت بخوره دروغ بگه حرام بخوره بعدش بیا عروسی بکنه او در خونش هست کراویات هزی کروموزوم های هزی مالیکول های کوچک هزی در خون این مرد هست حرام ها در خونش هست و همین خون حرام باعث شده که آب منی یا آب حرام در بدن از این زخیره شوه و شب نکاه وقتی که در رحم زن میرزه حرام از زن به می شکل ناخونهای خود را بزرگ گذاشته شانه خود را لچ کرده کمر و محاسن بدن از این مردم ها از آرایش یا گرفته تا مسیر را و تا تکسی و تا فلان الله همه هم میبینن همه باز خوشحالم هستن با ناموس افغانی و با ناموس دینی خود بوغ میزنن هارن میزنن بونگ 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 حالا ببینید عروس من را ببینید موهایش معلوم بشود کمرش معلوم میشود عزیزان گران قدر سخن زیاد است الله هدایت من کند آمین یا رب العالمین